سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از وقوع حادثه در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد. کمتر از 10 ماه پس از وقوع انفجار 12 تیرماه در تأسیسات نطنز، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که بامداد یکشنبه 22 فروردین‌ماه یک حادثه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده است. بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی بدون اشاره به ماهیت و جزئیات این حادثه گفت این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اقدام علیه مرکز غنی‌سازی نطنز را در جریان حادثه‌ای که بامداد امروز رخ داد تایید و آن را به عنوان تروریسم هسته‌ای محکوم کرد. آقای صالحی گفت که جمهوری اسلامی حق خود را برای اقدام علیه عاملین، آمرین و مباشرین محفوظ می‌داند. تنش در مرز اوکراین. آمریکا به روسیه هشدار داد. آنتونی بلینکین وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داد که در صورت بروز رفتاری تحریک‌آمیز در مرز با اوکراین عواقب آن را خواهند دید. جهانگیری از کره جنوبی خواست منابع ارزی ایران را در اسرع وقت آزاد کند. آقای جهانگیری در کنفرانس خبری مشترک با جانگ سیگیون نخست وزیر کره جنوبی گفت روابط دو کشور دچار رکود جدی شده است. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران دلایل این رکود عبارتند از پیروی کره جنوبی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در 3 سال گذشته و اقدام بانک‌های کره در مسدود کردن 7 میلیارد دلار منابع ارزی ایران که حاصل فروش قانونی و مشروع نفتی و میعانات گازی به این کشور بوده. ابراز نگرانی اسرائیل از هر گونه توافق تازه با ایران همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا. لوید استین وزیر دفاع ایالات متحده اولین مقام ارشد کابینه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق هسته ایران و نگرانی اسرائیل از این مذاکرات به این کشور سفر کرده است. افغانستان پیش‌نویس طرح صلح را نهایی کرد. رئیس جمهور و نخست وزیر هر کدام با 4 معاون. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان درباره دستور کار نشست صلح افغانستان که قرار است در استانبول ترکیه برگزار شود بحث کرده است. او افزود که دفاع از ارزش‌ها و آتش‌بس دستور کار اصلی این نشست است. هر 16 دقیقه یک بیمار کرونایی در تهران فوت می کند. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران گفته است که در این کلان شهر در هر 16 دقیقه طی 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا فوت شده و نخستین روز اعمال محدودیت ها مطلقا رضایت بخش نبوده و ما نیازمند تعطیلی کامل به معنای دقیق هستیم تا بتوانیم شرایط بیماری را کنترل کنیم. چین اثر بخشی ناچیز واکسن‌های خود را پذیرفت. پکن برای اولین مرتبه آشکارا اعلام کرد که واکسن‌های ساخته شده در چین کارایی لازم در ایجاد مسئولیت علیه ویروس را ندارند. موج 4 کرونا، زنگ خطر وضعیت سیاه در کمتر از 3 هفته. تعداد مرگ و میر کرونا در ایران 5 برابر شد. ظرف یک شبانه روز گذشته 258 نفر جان باختند و 21063 ابتلای جدید ثبت شده است. وزیر بهداشت میگوید با وضعیت فعلی نقشه ابتلا به سمت رنگ سیاه پیش می‌رود. شکایت مجلس از حسن روحانی به قوه قضاییه فرستاده شد. با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس پرونده شکایت از حسن روحانی به اتهام اجرایی نکردن برخی مصوبه ها به دستگاه قضایی فرستاده شد. از نمایندگان حاضر در نشستی که به این موضوع پرداخت فقط 18 نفر رأی مخالفت یا ممتنع دادند.
محسن رضایی از آتش سوزی مجدد در سایت غنی‌سازی نطنز خبر داد. ساعتی پس از آنکه سازمان انرژی اتمی ایران به طور رسمی وقوع یک حادثه در تاسیسات غنی‌سازی نطنز را اعلام کرد، محسن رضایی از وقوع مجدد آتش سوزی در تاسیسات هسته‌ای نطنز خبر داد و اعلام شد که بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در حال بازدید سایت هسته‌ای نطنز دچار حادثه شده است. حاکمیت بر فضای مجازی با سند همکاری چین. در حالی که همچنان جزئیات دقیق توافق 25 ساله ایران با چین برای افکار عمومی روشن نشده، نماینده تهران در مجلس اعلام کرد حکومت ایران در قالب این همکاری به دنبال تقویت حاکمیت خود بر فضای مجازی است. مال باختگان بورس شعار روحانی اعدام باید گردد سر دادند. همزمان با برپایی تجمع‌های سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی ایران در استان‌های مختلف، سهامداران مال باخته در تهران مقابل ساختمان بورس تجمع کرده و شعارهای علیه مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله برای اعدام حسن روحانی سر دادند. وزارت ارتباطات از 3 اپراتور اصلی ایران خواست اختلال در کلاب هاوس را برطرف کند. وزارت ارتباطات ایران اعلام کرد به 3 اپراتور اصلی کشور همراه اول ایران سل و مخابرات ایران 24 ساعت فرصت داده تا اختلال مشهود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس را برطرف کند. آیت الله علم الهدا به کرونا مبتلا شد. تست کرونای آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی روز گذشته مثبت اعلام شد. در حال حاضر علائم و عوارض خاصی از بیماری کرونا در او مشاهده نمی شود. دوستان صمیمی، کارهای قدیمی. دورخیز کابینه احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 1400. وزرا و مقامات دولت محمود احمدی نژاد یک به یک برای 13 امین انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری می کنند.